مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقعی سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام، با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. سرخط خبرها. تلاش ها برای کاهش تهدیدهای امنیتی در انتخابات، ماموریت جدی 400 هزار نیروی نظامی در روز انتخابات و فعال شدن شماره ویژه 1919 امنیت ملی. ضربه زدن بر رقیب تا پایان کارزارهای انتخاباتی، محقق دستبردار نیست. یکان رئیس جمهور انتخاب نکنید که قوانیش مثل کج باشه. کابل در تلاش یافتن مقام های پیشین طالبان، 5 طالب رها شده از گوانتانامو در کجای دوحه پنهان شدند؟ شب شما بخیر. من جمال ناصر فرهمند هستم با اتفاق همکارانم تا نیم ساعت دیگر در این مجموعه خبری. 906 مرکز رایدهی در روز انتخابات بسته خواهد بود. بخشی از این مرکزها در دور نخست انتخابات هم بسته بوده، اما 184 مرکز دیگر در این دور با آن افزوده شده است. شورای امنیت ملی گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی این مرکزها جریان دارد. وزارت دفاع ملی میگوید 400 هزار نیروی نظامی امنیت دور دوم انتخابات را تامین می‌کنند. نظرالدین مصلح گزارش می‌دهد. نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد که امنیت دور دوم انتخابات را به گونه بهتر تامین می‌کنند، چنان که وزارت دفاع ملی از توظیف 400 هزار نیروی امنیتی در تامین امنیت این دور سخن می‌گوید. در حدود 400 هزار نفر نیروهای دفاعی و امنیتی هستند که در پروسی تامین امنیت انتخابات هر کدام در جایگاه خود و به یک گونه نقش دارند و نیروهای پیاده ما، قوای زمینی ما، قوای خاص ما، قوای هوایی ما به طور خاص در بخش‌های مختلف و مجموعاً 195 هزار و دودن 195 هزار از سه قوات زمینی، هوایی و قوات‌های خاص ما برای تامین امنیت انتخابات شرکت می‌کنند. در دور اول انتخابات 746 مرکز رایدهی بسته بود. اکنون در نشست شورای امنیت ملی گفته شده است که 184 مرکز دیگر نیز به این فهرست افزوده شده است. با این وجود از میان 6263 مرکز رایدهی بیش از 900 مرکز در 24 جوزا بسته خواهد بود که گفته می شود بسیاری مراکز بسته شده در ولایت‌های بدخشان، کندوز، غزنی، هرات و میدان وردگ قرار دارند. تامین امنیت انتخابات در اولویت نیروهای امنیتی قرار دارد، هرچند از تلاش‌های پاکستان نیز برای برهم زدن این روند هشدار داده می شود. با در نظر داشت از تجارب 16 حمل تیم امنیتی زون مرکز نقاط قوت خود انکشاف دادند و نقاط ضعف خود و بررسی گرفتند و او را هم انکشاف دادند. ما از لحاظ پلان‌گذاری تمام پلان‌های تدابیر امنیتی انجام شده. ما از کشورهای منطقه به خصوص از کشورهای همسایه توقع همکاری در جهت تامین امنیت روند انتخابات افغانستان داریم و بهتر است در رابطه با تفصیلات بیشترش نهادهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کنند. وزارت دفاع ملی تاکید می‌ورزد که اخیراً طالبان توانایی خود را از دست داده و قادر به حملات بزرگ نیستند، هرچند این گروه اخیراً حملات را در مرکز ولایت‌های کشور انجام دادند. ریاست عمومی امنیت ملی تدابیر همه‌جانبه امنیتی را برای برگزاری دور دوم انتخابات گرفته است. این نهاد میگوید سر از امروز احضارات درجه یک امنیتی در سرتاسر کشور پیاده خواهد شد. همچنان به گفته سخنگوی این اداره حمله انتحاری بر کاروان دکتر عبدالله عبدالله در کویته پاکستان سازماندهی شده بود. قیام نوری گزارش میدهد.
تمامی حرکات تخریبکارانه مخالفان مسلح دولت در دور نخست انتخابات شکست خورد. به گفته امنیت ملی، اختلافات شدید میان سران طالبان و عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی کشور به ضد این گروه‌ها همه نشان می‌دهند که برنامه‌های مخالفان مسلح در دور دوم انتخابات نیز شکست می‌خورد. ناتوانی طالبان باعث شده که طراحان اصلی این برنامه‌های تروریستی، استخبارات همسایه شرقی ما نامشان نمی‌گیریم، از موثریت این جنگجویان مایوس شده در چوکات همان جنگ تمام عیار خود با افغانستان از پرتاب راکت ها در نقاط مختلف ولایات کنر، نورستان، خوست و ننگرهار دریغ ننمودند. امنیت ملی همچنان سه انتحارکننده را در ولایت های تخار، جوزجان و پکتیا بازداشت کرده است. همچنان تدابیر درجه یک امنیتی سر از همین روز در سراسر کشور روی دست گرفته شده است. به نهایت هزار امتنان از همکاری بسیار نزدیک مردم شریف خود با نیروهای امنیتی کشور می نماییم. ما می توانیم بسیار به افتخار بگوییم که تدابیر امنیتی تمام عیار ما اتخاذ گردیده و امروز ما داخل هزارات درجه یک می شیم. بر بنیاد اطلاعات ریاست امنیت ملی، حمله انتحاری بر کاروان دکتر عبدالله نیز در کویته پاکستان سازماندهی شده بود. بعد تازگی شورای امنیت ملی این حمله را کار لشکر طیبه دانسته است. گروه هراس افکن که در بخش‌های قبایلی پاکستان است و بر ضد هند کار می‌کند. قومگرایی در تیم اصلاحات و همگرایی جای ندارد. دکتر عبدالله با بیان این مطلب میگوید تیم وای نمادی از وحدت ملی در کشور است و هیچ تکدار قومی در آن وجود ندارد و همچنان بر بهبود وضعیت بازنشستگان کشور پافشاری دارد. باز هم گزارشی از کامن نوری. نعره تکبیر! باشندگان ولسوالی پغمان ولایت کابل پرچم های آبی رنگ به دست دارند و برای پیروزی دکتر عبدالله شعار میدهند. دکتر عبدالله نامزد دلخواه این جماعت هم بر نیرومند ساختن وحدت ملی پافشاری دارد. زموج جمن در افغانستان خلق و تدادی چه موج بیل توفیر، بیل تبعیز، بیل تفرقه، حس نو تفرقه او تبعیز در خپل خلق و پمنز نمنو. دکتر عبدالله پافشاری دارد اگر تیمش پیروز شود حال و روز بازنشستگان کشور هم بهتر می شود. معنای تقاوت خدا نخواسته سرخوردگی و افسردگی از این بباد نخواد بود، بلکه معنای تقاوت یک مرحله دیگه از ارج گذاری به خدمت صادقانه فرزندان صدیق این کشور خواد. دکتر عبدالله به تازگی از یک حمله اینطوری بر کاروانش جان سالم برده است. حمله ای که شورای امنیت آن را کار گروه هراس افکن به نام لشکر طیبه دانسته است. در این حال باز هم دکتر عبدالله هشدار می‌دهد کسانی که به مسائل قومی در انتخابات دامن می‌زنند شعور سیاسی ندارند، شعور سیاسی مردم را نادیده گرفتند. از سوی هم امروز احمد ولی مسعود برادر شهید احمد شاه مسعود از دکتر عبدالله پشتیبانی کرد و محمد محقق معاون دوم آقای عبدالله به ولایت بامیان رفت. بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. تنها دو روز دیگر به پایان پیکارهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. امروز احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود از دکتر عبدالله پشتیبانیش را اعلام کرد. در روزهای اخیر دیده شده که برخی از آمیان نامزدان برای گرفتن رأی مردم به قومگرایی رو آوردند. دکتر عبدالله به شدت هشدار داد که هیچ کس حق دامن زدن به مسائل قومی را در انتخابات ندارد. ظاهرا گفته های آقای عبدالله متوجه جنرال دوستم معاون نخست اشرف غنی احمدزی و جمعه خان همدرد والی پکتیا است که پشتونها و ازبیکها را برای رای دادن به تیم تحول و تداوم فراخوانده بودند. اونهایی که بالای اقوام صدا می کنند که فلان قوم افغانستان شما به این نسبت و به این مناسبت به فلان کس باید رای بتین، رای تانه به کجا بریزین، فکر می کنم که نه خود شناختن، نه از مسئولیت خود آگاه هستن و نه هم مردم افغانستان. بعد اونایی که ادعا دارند که در سطح جهان منبع و منشی تفکر و اندیشه بودن، در برابر این صداهای ناگوار خاموش میشینند. اونا را هم خداوند هدایت کنه و واقعا صاحب اندیشه و فکر. انتخابات نزدیک است، اما هنوز نگرانی های از تقلب های احتمالی در دور دوم انتخابات در میان نامزدان پا بر جا است. اونهایی که فقط به فکر تقلب در انتظار پیروزی هستند، از این حالا
شکستشان معلوم است. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود دکتر عبدالله عبدالله را شخص مناسب برای رهبری کشور میداند. برادرمان، برادر علی قطرمان دکتر صاحب عبدالله عبدالله و تیم همراهانشان را در محور اصلاحات همگرایی برشان دعای خیر میکنیم و آرزوی پیروزیشان را در انتخابات داریم. از سویم امروز شماری از رهبران تیم اصلاحات و همگرایی به ولایت بامیان سفر کردند. محمد محقق معاون دوم دکتر عبدالله عبدالله تعدیل واحدهای اداری مناطق مرکزی و ساخت شورای گردن دیوار را به مردم بامیان وعده داد، اما این بار نیست سخنان او بدون کنایه به دسته اشرف غنی احمدزی نبود. درست است به تیم یک رای میدین؟ به دکتر صاحب عبدالله رای میدین؟ خوب جوان مجاهد هستین؟ خواری رئیس جمهوری هم داره. یگان رئیس جمهور انتخاب نکنید که قوارش مثل کج باشه. نامزدان فردا و پس فردا هم فرصت دارند تا با پیکارهایشان ادامه دهند و روند حمایت از نامزدان نیز رو به افزایش است. قرار است روز شنبه هفته آینده میلیون ها شهروند کشور بار دیگر به پای صندوق های رای بروند و اما سیاسی دیگری را بیافرینند. هدایت امین ارسلان نامزد دور نخست ریاست جمهوری امروز پشتیبانیش را از دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام کرد. آقای ارسلان دلیل حمایتش از دکتر احمدزی را توانایی پیشبرد کارها و مشترک بودن برنامه های این دو تیم می داند. از سوی هم ملا ترخیل نماینده مردم کوچی ها در مجلس و قوم ترخیل امروز پشتیبانیشان را از تیم تحول و تداوم اعلام کردند. سجاد محمدی گزارش می دهد. سرانجام کهنسالترین نامزد ریاست جمهوری که جایگاه اخیر را در دور نخست انتخابات به دست آورده بود امروز دست اشرف غنی احمدزی را بلند کرد. روز 24 میزان یک روز بسیار تاریخی افغانستان خواهد بود. کمک پیش میرم. تأکید آقای ارسلان بر شفافیت این دور انتخابات است و میگوید آقای احمدزی را در آوردن صلح کمک خواهد کرد. دلیلی که ما این پشتیبانی را اعلان میکنیم توانایی دکتر صاحب اشرف غنی برای پیشبرد کارهایی که در آینده لازم است و اصلاحاتی که در آینده لازم است در این مملکت به اساس امو توانایی از بنابوده. اشرف غنی احمدزی که همین دیروز پشتیبانی قیوم کرزی نامزد منصرف شده دور نخست انتخابات و برادر رئیس جمهور کرزی را به دست آورده بود خوشحال به نظر می رسد. او اما از احتمال محروم شدن شماری از مردم از حق رای دادن نگران است. از نامنی های مصنوعی و جلوگیری شد. نامنه های مصنوعی مورد قبول ملت افغانستان نیست و در عین حال باید به صورت واضح حق رای دادن هر افغان که حق قانون اساسی است باید تامین شد. اینجا هم شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای احمدزی از مقرری ها و برکناری های سیاسی در مقام های امنیتی محلی و منطقوی به هدف آمادگی مداخله احتمالی در انتخابات سخن می گویند. برای جلوگیری از احتمال مداخله مجدد برخی مقامات امنیتی محلی در انتخابات نه تنها هیچ گام مؤثری برداشته نشده است، بلکه برخی از آنان مانند آقای جنرال فهیم قایم قماندان امنیه قبلی ولایت میدان وردک که بیشترین شکایات از مداخله صریح وی وجود داشت به جای برکناری از وظیفه به ولایت پرنفوذتر غور تبدیل گردیده که می تواند تقلب را در ابعاد بزرگتر مهندسی نماید. اما از اینجا دورتر در شرق کابل مولوی ترخیل نماینده کوچی ها در مجلس نمایندگان از اشرف غنی احمدزی پشتیبانیش را اعلام کرد. حق زای کیو چه علمای کرام هم دی دیر وگلی دی خوری دی داش منه ده چه دا ناهیه برسمی کهو او در سره بمرسته کهو چه طول ده خپل جایداد چکتن سی او لوی کار ده انشالله و تعالی ده منطقه که آباد سی. در گوشه دیگر شهر کابل هم
برخی از مردم قوم ترخیل در گرد همایی اعلام کردند در روز 24 جوزا به اشرف غنی احمدزی رأی خواهند داد. در فرجامین روزهای پیکارهای انتخاباتی دو نامزد تلاش دارند از لحظه لحظه این فرصت برای جلب حمایت بیشتر مردم کار گیرند. با این حال نتیجه انتخابات 24 جوزا مشخص خواهد کرد که شهروندان کشور کلید کاخ ریاست جمهوری را به دست کدام یک از این دو نامزد خواهند سپرد. دکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری بر یک مناظره تلویزیونی با رقیبش پافشاری دارد. وی میگوید اگر دکتر عبدالله برنامه دارد پس در یک مناظره تلویزیونی حاضر شود. دکتر عبدالله میگوید از آنجا که برنامه های اقتصادی اشرف غنی احمدزی خنده آور است تا حال برای یک مناظره حاضر نشده است. در این مورد قیام نوری گزارش تهیه کرده. ظاهراً تشنگی دکتر اشرف غنی احمدزی برای کشانیدن پای حریفش به میز مناظره پایان ندارد. اینجا در زیر سقف هواداران اشرف غنی احمدزی پلاکارد‌هایی را با خود دارند که دکتر عبدالله را به مناظره فراخوانده است. اشرف غنی احمدزی نیز از زیر همین سقف یگان حریفش را در دور دوم انتخابات به مناظره می‌خواهد. امشب باید ما همراه جناب دکتر صاحب عبدالله یک مناظره می‌داشتیم. دکتر عبدالله اما میگوید اشرف غنی احمدزی برنامه های اقتصادی منظم و منطقی ندارد. از این رو تا حالا ترجیح داده در مناظره با آقای احمدزی حاضر نشود. در همچون بحثای شرکت کردن این فقط جزی که اونا بگوین و باز من تصحیح کنم. دیگه این چیز دیگه با خوردن با تنهای ما به نفع بیننده ها از اون چی نمیشه آید نمیشه. در دور اول انتخابات 8 نامزد ریاست جمهوری در چندین مناظره تلویزیونی و رادیویی به مسافه هم رفتند و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیشان را به مردم توضیح دادند. کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای امنیتی خواهان تامین امنیت هر دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری شده است. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از امنیت فیزیکی نامزدان نگران است که روز جمعه دکتر عبدالله از یک حمله هراس افغانانه جان سالم به در برد. این کمیسیون از نهادهای امنیتی می‌خواهد امنیت مراکز رایدهی، مواد حساس انتخاباتی و کارمندان انتخابات را تامین کنند. با باور آگاهان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرچالش‌تر از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. گرمی هوا سبب بیشتر شدن فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت شده است. کمیسیون مستقل انتخابات هم با آنکه از تهدیدهای امنیتی در دور دوم انتخابات نگران است و اما امیدوار است که نیروهای امنیتی با استفاده از تجارب دور اول امنیت انتخابات دور دوم را نیز تأمین خواهند کرد. من به سو برخو که دویتا لازم گوختن در نوتی ورتخ گوختیم که نمره دار چه ده کاندیدان امنیت خورا مهم ده باید ورتخ صدمه و نرسید. دوام مسئله ده خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفاتر او د اساس او موادو چې هغه ته هم باید کومه صدمه په هیڅ ډول باید ونه رسیږي چې دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان تاکید میکند که محل های رای دهی که در دور اول باز بودند نباید در دور دوم بسته باشند. این کمیسیون میگوید که نهادهای امنیتی امروز آخرین فهرست مرکز های رای دهی را که آنان تامین امنیت میکنند به این کمیسیون خواهند سپرد. سه نهاد امنیتی وعده کردند که ما به خاطر 184 مرکز سعی و تلاش میکنیم و وقت گرفتم که تا آخر امروز بر ما راپور جدید دی رابطه ارائه میکنند. در همین حال وزارت امور داخله تاکید میکند که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا مراکز رای دهی را که به دلایل ناامنی بسته مانده اند بازگشایی کنند. امنیتی ځواکونه د کمیت د نگانه په ښه وضعیت کې است. نږدې یعنی 350 زره به هغه امنیتي ځواکونه هم د ملي اردو هم د ملي پولیس به آماده ی او دوی به عملا وظایف ترسره کوي تر څو انتخابات مسؤولی یا انتخابات څوک ضرر ونه نسي رسولی. از سوی هم مسئولان امنیتی از مردم میخواهند تا در تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی همکاری کنند. 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است اما مردم از همین اکنون آمادگی نشان دادند تا به گونه گسترده با صندوق‌های رای دهی بروند. 5 عضو بلندپایه گروه طالبان که با یک سرباز آمریکایی مبادله شده بودند در جای نامعلومی در دوحه انتقال داده شدند. وزارت امور خارجه ناپدید شدن و یا هم زیر نظارت گرفتن این مقام‌های طالبان را خلاف موازین پذیرفته شده بین‌المللی می‌داند. حکومت افغانستان می‌خواهد تا این افراد همانند دیگر شهروندان افغانستان در قطر
آزادی کامل داشته باشند. ولی آریان گزارش می‌دهد. طالبانی که زیر نظارت در قطر هستند، تازه گزارش های پخش شدند که این پنج عضو بلند پایه گروه طالبان که با یک سرباز امریکایی مبادله شده بودند به جای نامعلوم در دوحه انتقال داده شدند. موزیگری های حکومت افغانستان در این زمینه هنوز پا برجاست. در مجموع محدودیت آزادی اینا چه ناپدید و یا چی حتی با در آدرس مشخصی قرار داشته باشند اما با محدودیت آزادی و یا سلب آزادی دوچار باشند مورد انتقاد شدید دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. در این میان ادامه حمله های موشکی پاکستانیان بر بخش های مرزی افغانستان نیز یک بار دیگر به باد انتقاد گرفته می شود. این حمله ها نظامیان افغانستان را نیز واداشته است تا در حالت آماده باش در مرزها باشند. یک عمل بی‌شرمانه هست که برای مردم افغانستان دیگر قابل تحمل نیست. کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده. گزینه ها بر علاوه مساعی از مجراهای دیپلماتیک، مطرح کردن مشکل در سطح بین المللی و همچنان گزینه های اقتصادی و در نهایت پاسخ نظامی روی دست است. حمله های موشکی و توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی از دیر زمانی می شود که بر بخش های شرقی کشور ادامه داشته است. کابل همواره صدای اعتراض در برابر این کار پاکستان بلند کرده است. اما تا هنوز نه واشنگتن بزرگترین کمک کننده افغانستان و نه شورای امنیت سازمان ملل به این اعتراض رسیدگی کردند. روشن هم نیست انجام این کار چه خواهد بود. جنگ؟ تصویب قانون منع تطهیر پول تا پس از انتخابات به تعویق افتاد. غیر حاضری بیشتر نمایندگان مجلس و اشتراکشان در پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سبب شد که امروز هم این قانون مهم تصویب نشود. شماره از نمایندگان مجلس تصویب نشدن این قانون را بزرگترین جفا به حق مردم می دانند، زیرا حالا افغانستان در یک قدمی فهرست سیاه صندوق بین المللی پول قرار دارد. تمیم شهیر با جزئیات این خبر. شمول بازرگانان و سرمایه گذاران همه امید بسته بودند که امروز قانون منع تطهیر پول در مجلس نمایندگان تصویب می شود. اما این امیدشان نقش بر آب شد. زیرا امروز هم مجلس به دلیل غیرحاضران نماینده ها و پوره نبودن نصاب نتوانست این قانون را تصویب کند. غیرحاضر محترم حیدرجان امضای حاضر. مدت زیاد می شود که بیش از نیم از نمایندگان مجلس غیرحاضر هستند. آنهایی که به هر دلیلی یا تجارت یا سیاست در این پارلمان حاضر نمیشن، به تعهدشان وفادار نیستن، قانون اساسی را نقض کردن و آنها مستحق نمایندگی مردم نیستن. حالا با دادن پیام های کتبی از نمایندگان غیر حاضر خواسته می شود برای تصویب قانون منع تطهیر پول به مجلس بیایند. قبلا یک زحمت می کشیدن، مسیج می دادن برای اعلام موضوعات، مسیج حتی با ما دادن. همین غیرحاضری نمایندگان مجلس بود که امروز قانون منع تطهیر پول تصویب نشد. هرچند برخی از نمایندگان مجلس هم قصدن نمی خواستند این قانون تصویب شود. تصویب نشدن این قانون حالا نظام مالی و بانک کشور را بیشتر در خطر بحران قرار می دهد. شاید به همین علت برخی نمایندگان مجلس بر تصویب این قانون تاکید دارند. این را قبول کنین که بزرگترین جفا را به حق مردم افغانستان میکنین. چرا؟ تمام سیستم مالی افغانستان که یک سیستم بانکی هست و توسط معاملات تجارتی کلان بانکی صورت میگیره او سقوط میکنه. در هفته آینده بعد از انتخابات در روز دوشنبه که نصاب ما پوره شد ما شما میریم به طرف رای گیری. این برخورد رئیس مجلس را برخی نمایندگان سلیقه‌ای می‌دانند و به این باور هستند که میشد نصاب مجلس تکمیل شود، زیرا به باور آنان شاید پس از انتخابات افغانستان در زدبندهای سیاسی مصروف شود و در زمان تعیین شده این قانون تصویب نشود. که چیر دادا کار من منوکو زبد یقین لرما چه دده بد واقب د افغانستان د ملی شورا پغاره دی چه رئیس پراس که تی تا 12 روز دیگر در صورت تصویب نشدن قانون منع تطهیر پول، افغانستان در فهرست سیاه صندوق وجهی پول قرار می گیرد و قرار گرفتن کشور در این فهرست نظام مالی و بانکی کشور ورشکست می شود و از همه بیشتر باشنده های کشور به مشکل اقتصادی روبرو خواهند شد.
دولت افغانستان برخلاف متحدان غربی و اروپاییش پیروزی بشار الاسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را تبریک گفت. رئیس جمهور کرزی امید کرده که با رهبری وی سوریه از بحران جنگ‌های داخلی نجات یابد. در این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان این واکنش حکومت افغانستان را برخلاف خواست متحدانش به زیان مردم می‌دانند. و از اثر حمله طالبان بر ترمینال فرودگاه هوایی شهر کراچی پاکستان دست کم 27 تن مشمول 10 مهاجم و کارکنان این فرودگاه کشته و شمار زیادی زخم برداشتند. مقام های امنیتی این کشور گفتند که افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان بامداد امروز با استفاده از جنگ افزارهای سبک و سنگین بر این فرودگاه حمله کردند و چندین ساعت با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند. بر بنیاد گزارش ها هر 10 مهاجم در این درگیری ها کشته شده و اکنون این فرودگاه زیر کنترل نیروهای امنیتی پاکستان قرار دارد. در این حال ساعتی پس از ختم این درگیری ها تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. از همراهیتان به این مجموعه خبری سپاسگزاریم. شب خوش را داشته باشید.